سرخط خبرها. تجلیل از روز نخست عید سعید فطر در یک فضای آرام در افغانستان. خواست رئیس جمهور غنی برای تداوم آتش بس میان حکومت و گروه طالبان در افغانستان. استقبال گرم مردم افغانستان از آتش بس و تاکید در طولانی شدن این آتش بس در افغانستان. و انتقادها از عدم جلوگیری خرید و فروش اسلحه های پلاستیکی و پاتوقی در بازار غزنی و افغانستان. سلام و وقت بخیر. امروز جمعه 25 ماه جوزای سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه جون سال 2018 میلادی. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. شهروندان افغانستان روز نخست عید سعید فطر را در یک فضای آرام و بدور از خشونت سپری کردند. در این میان شهروندان غزنی عیدشان را با ادا کردن نماز عید در مساجد آغاز کرده و رواج‌های ویژه عیدی را انجام دادند. صدیق حقجو در این مورد گزارش می‌دهد. عید سعید فطر امسال در افغانستان همزمان با تجبس آغاز شد. ساعت بدور از جنگ و خشونت، لحظات آرمانی که خواست هر شهروند افغانستان است. اینجا در غزنی موضوع آتش بس و صلح نقل هر محفل عیدی شده است. مقام‌های محلی غزنی و شماری از باشندگان این ولایت با حضور در مسجد جامع الجهاد نماز عید را ادا کردند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی در سخنانش از طالبان خواست تا دست از جنگ بردارند و به روند صلح بپیوندند. در افغانستان در دولت و نظام با مخالفین رو باندغه کنم چه نور پا افغانستان که در ورور وژنه مرانول و عداوت خلاص واخلی در صلح الارقرک تر چوک رشو پگانه در غوران ویجار افغانستان آباد او خلق یو مرقع خوصا او با امن جنور. رئیس اداره حج و اوقاف غزنی نیز از آتش بس دو جانبه میان حکومت و طالبان استقبال می کند. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان اظهار سپاس و تشکر می نماید که در افغانستان قربان اعلان کرد. رئیس جمهور غنی خواهان ادامه آتش بس بعد از ایام عید سعید فطر شد. آقای غنی امروز بعد از ادای نماز عید از گروه طالبان خواست تا مدت آتش بس در کشور را طولانی بسازد. رئیس جمهور غنی امروز اول عید سعید فطر پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری پیرامون ارزش صلح و تجبس صحبت کرده و از گروه طالبان خواست تا تجبسشان با حکومت وحدت ملی را ادامه داده و از جنگ و خونریزی دست بکشند. هیله داده چه دا اوربند دوام پیدا کری او بیا دی افغان مسلمان ولس که دی چا وینه توی نشی. آقای غنی صلح را از نیازمندی های جدی و اولیه دولت و مردم افغانستان عنوان کرده و بیان داشت که این آتش بس که ساعت 12 شب گذشته آغاز شد تمامی قلمرو افغانستان را در بر می گیرد. همزمان با توافق با آغاز آتش بس در کشور، اعضای طالبان مسلح در برخی از نقاط کشور با کارمندان دولتی یک جا عید سعید فطر را تجلیل کرده و اعضای این گروه در برخی مساجد با کارمندان دولتی نماز عید را یک جا ادا کردند. پس از 16 سال از نظام‌های جدید در افغانستان، این روز نخست است که اعضای گروه طالبان مسلح یک جا با کارمندان دولتی عید را تجلیل می‌کنند و هر دو جانب برای رفت و آمد برای همدیگر مانع نمی‌شوند.
در تصاویری که در صفحات اجتماعی دست به دست می شود، دیده می شود که طالبان مسلح در برخی مساجد حضور پیدا کرده و نماز عید را یک جا با کارمندان دولتی و حکومتی ادا می نمایند. یکی از این ساحات ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار است، ولسوالی که اکثریت ساحات آن زیر حکومت طالبان است. در این ولسوالی دیده می شود که طالبان مسلح با ادا کردن نماز در مسجد ممانعت برای کارمندان دولتی ندارند. انشالله چه منگه در خپل امیر اطاعت ننوزو. در دری ورزی اوربند چه اوربند نی ختم شوه انشالله منگ با خپل امیر اطاعت کلو. اسلامی امارت نا ادا پاکستان در مورد ریس جمهور نا چه پاکستان کسونا دا دستبندی بودا کرد. دا زمن دولوزو وقت دی. د مختر ډیر خروان دی او مونږه د دواړو طرف نه ډیر خوشاله یو. دغه اوربند د الله پاک دمی اوربند کې وزر دا دی چې دا اوربند درې ورځې دی، دا باید درې میاشتې شي. کاروان صلح هلمندی به ولایت میدان وردک رسید. این کاروان با استقبال گرم مردم ولسپوری نرخ ولایت میدان وردک قرار گرفته است. جوانان و کاروان صلح هلمندی پس از غزنه روانه ولایت میدان وردک شدند. این کاروان با استقبال گرم مردم ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک قرار گرفتند. باشندگان نرخ میدان وردک خواهان سماح شدن یا تجبس حکومت با طالبان هستند و میگویند که از جنگ خسته شدند. دواره طرف څخه غواړو چې پرشتي سره دا ولس نور زوریدلې دی، دا کار نور پای ته ورسوي او دغه اوربان چې د درو رسوي دا وغځي حد اقل درې میاشتې تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې د حرکت به دوام لري. در همین حال رئیس جمهور غنی نیز از این کاروان استقبال می کند و از مردم کابل می خواهد که این کاروان را با گرمی استقبال کنند. در کابل ولس باند ناره کوم چه در دوی هر کلی وکی. استفاده از اسلحه های پلاستیکی و پتاخی از سوی کودکان و نوجوانان در افغانستان در ایام عید به یک فرهنگ ناپسند و مردم آزار تبدیل شده است و بعضن استفاده از این وسایل باعث صدمه دیدن و حتی زخمی شدن کودکان و نوجوانان شده است. در این مورد همکارم گزارش را تهیه کرده است. در کنار فرهنگ ها و رواج دلچسب پسندیده و اصیل افغانی در روزهای عید در افغانستان، متاسفانه در سالهای پسین خورده فرهنگ های پسند که منحصر به روزهای عیدن نیز جزی از فرهنگ عید شده است. یکی از این رواج های ناپسند استفاده از اسلحه های پلاستیکی و پتاقی و خرید آزادانه آن در ایام عید در بازارهای افغانستان است. اینجا در غزنی نیست این فرهنگ مردم آزار باعث اذیت و آزار کهنسالان و زنان شده است. شماری از شهروندان غزنی حکومت را به جلوگیری از خرید فروشی این سامانالات ناکام می دانند و خواهان توجه حکومت و تاجران برای جلوگیری از وارد شدن اسلحه های پلاستیکی و پتاقی هستند. دی پتاقی او دی پلاستیکی توپانچو دغه پتاقی یا وارو چودی دون کی توکی که پیسلا ورته وایو نو لټولو کورنوی څخه مداخله ده. لمړی چې خپل ماشومان او خپل بچانو ته پیسې ورکي، دی خپل ماشومان ته یادونه وکي ترڅو پوری دغه چودی دون کی توکی او پلاستیکی توپانچې پیوانه خلی. ځکه موږ شاهدان دی چې دغه پټاکۍ چې دی یا چاودیدونکي واړو توکي که پیسې ورته وایو یا پلاستیکي توپانچې سي دي، حتی موږ شاهدان دي یو سي د ماشومانو سترګې پکې خوښې سوي دي، سترګې پکې ځوبلې سوي دي، سترګې پکې وتلې دي او د دایمو لپاره معیوب پاتې کیږي، معیوب پاتې سوي دي. نو له دولت څخه هم په جدي توګه دا غوښتنه ده تر څو یې مخنیوی وکړي او د خلکو د اذیت او د ازار سبب ونه ګرځي. دا چې د اختر خوشحالي ده، نو کلونه کلونه زموږ په هیواد کې همدغه ډزې کیږي، همدغه ټکان کیږي. کنه دا چې همدغه ټکان هم سره یو ځای سي نو خوشحالي د ټولو خلکو لپاره واقعیت سره بدرنګه کیږي. نو له دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د خرڅونکو په جدي توګه مخنیوی وکړي. گفته می شود که همسالان نیروهای امنیتی وعده برخورد جدی با فروشندگان این وسایل را می دهند، اما تا کنون هیچ یک از این وعده ها تأثیر بر زدایش این فرهنگ ناپسند نداشته است. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.